شاهین مدرس پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی از روم با ماست. دایی مدرس خیلی خوش آمدید. وال استریت جورنال نوشته این بازپسگیری منطقه مرزی یا همین کوریدور فیلادلفی توسط اسرائیل یک ضربه استراتژیک به حماس وارد میکنه، هرچند یک اقدام پر از خطر و ریسک هم برای اسرائیل. این اقدام چه تبعاتی برای هر دو طرف جنگ به دنبال داره؟ وقتتون بخیر خانم ماهان. اسرائیل پیش از این اعلام کرده بود که سه هدف داره. یکی از اون دو تا از اون اهداف اگه بخوایم بهشون نگاه کنیم بعد از بازپسگیری گروگان ها این بود که حماس رو به سمت تضعیف حداکثری ببره و این بود که در واقع بتونه بیاد پارادایم امنیتی که قراره بعد از حماس در غزه ایجاد شه رو به دست بگیره. برای اینکه چنین امکانی پیدا کنه اسرائیل نیاز داره راهها و شریان هایی رو که از طریق اونها حماس مورد پشتیبانی و تامین قرار میگیره رو از بین ببره. خب الان گذرگاه فیلادلفی یک گذرگاه 14 کیلومتریه که شاید در نظر چی میگن در دید اولیه خیلی اهمیت خاصی نداشته باشه، اما قطع شدن این مسیر ارتباطی منجر به این خواهد شد که تأمین سلاحایی که به حماس میرسه صورت بگیره و به طبع اون میزان عبور و مروری که از تونل هایی که در این منطقه وجود داره کاهش پیدا کنه. این هم به تضعیف حماس کمک خواهد کرد و هم به این کمک خواهد کرد که اسرائیل بتونه وضعیت و پارادایم امنیتی در منطقه رو به دست خودش بگیره. آقای مدرس، مصر تا الان پیشنهادات اسرائیل رو برای استقرار پرسنل امنیتی در سمت مصر برای گستنی رد کرده، گفته مرزهاشو خودش کنترل میکنه. چقدر امکان داره در نهایت تن بده به چنین تصمیمی؟ ببینید، امکان این برمیگرده به اینکه دقیقاً مشخص شه از سمت اسرائیلی چه تصمیمی قراره گرفته بشه. اگر تصمیم بر این باشه که به عنوان مثال بخشی از ساکنین غزه بخوان غزه رو ترک کنن به مصر برن، یا اینکه بخوان بخشی از کنترل نوار غزه رو به دست مصری ها بدن، احتمال اینکه همکاری های مشترکی بین دو تا کشور هم به وجود بیاد وجود داره. نمیشه اون رو نادیده گرفت، اما مادامی که وضعیت حماس در غزه مشخص نشده باشه خیلی زود هست برای اینکه بخوایم به این سوال پاسخ بدیم. و اینکه اسرائیل گفته نمیخواد بعد از جنگ نقشی در رهبری غزه داشته باشه، اساساً هیچ راهی برای غیر نظامی نگه داشتن غزه برای اسرائیل وجود داره؟ خیلی وضعیت دشواری هست این که بشه غزه رو غیر نظامی نگه داشت. امروز من داشتم گزارش های منابع اسرائیلی رو که میخونم، از شروع جنگ تو این 100 روز چیزی در حدود 11,030 موشک پرتاب شده به سمت اسرائیل. از این 11,030 موشک 30 موشک از سمت سوریه بوده، 9,000 موشک از سمت غزه بوده و 2,000 موشک از سمت حزب الله لبنان. شما وقتی که با چنین زیرساخت های رو به رو هستید که میتونن در خاک غزه بیان چیزی در حدود 9,000 موشک و به طب خیلی بیشتر از اون رو ساخته باشن، اینها رو آماده پرتاب کرده باشن و از اونها استفاده کرده باشن، از بین بردن این نیازمند این هست که شما به کل بتونید پارادایم امنیتی اون منطقه رو در دست خودتون بگیرید، شریانهای ارتباطی اون منطقه رو کاملا در دست خودتون داشته باشید تا بتونید اون چی که در منطقه داره به وجود میاد رو کنترل کنید. متاسفانه به نظر میرسه که در این مرحله این جنگ راهی دیگه خشونت گریزی باقی نمونده و هرچند که بسیار بسیار ناراحت کننده هست که در این 100 روز از این سمت چیزی در حدود بالغ بر 1000 اسرائیلی از بین رفته، از سمت دیگه چیزی در حدود 24,000 تا از مردم غزه از بین رفتن، ناراحت کننده است. اما باز مسئول مستقیم این خود حماس هست و مادامی که حماس وجود داشته باشه، مادامی که گروه های شبه حماس بخوان ادامه بدن به این فعالیت ها، وضعیت تغییری نخواهد کرد. پس آقای مدرس، شما تصور میکنید که کنترل به دست گرفتن کنترل گذرگاه فیلادلفی تأثیری در به دست گرفتن کنترل اوضاع در غزه برای اسرائیل نخواهد گذاشت، درسته؟ خواهد بود. به دست گرفتن گذرگاه فیلادلفی برای اسرائیل به معنی این خواهد بود که بخشی از شریانهای حیاتی که از طریق اون سلاح‌ها داره منتقل میشه به غزه و تونل‌هایی که اونجا زدن رو میتونن از بین ببرن. با این از بین بردن اتفاقا اسرائیل این توانایی رو پیدا میکنه که بتونه کنترل خودش بر پارادایم امنیتی رو به نوعی تثبیت کنه. شاهین مدرس، پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی از روم، متشکرم از حضورتون در برنامه.